سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با روش های افزایش اعتماد به نفس با شما صحبت بکنم گاهی احساس اعتماد به نفس میتونه تبدیل به یک چالش بزرگ بشه خصوصا در زمانهایی که در موقعیت های دشوار قرار میگیریم مثل شرکت کردن در یک ورزش رقابتی یا صحبت با شخصی که شدیدن دوستش دارید یا سخنرانی یا حضور در کنار افراد ناآشنا و یا صحبت در کلاس خوشبختانه شما میتونید با استفاده از روش های افزایش اعتماد به نفس آهسته آهسته اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کنید این روش ها رو میتونیم به چهار بخش تقسیم بکنیم که هر بخش شامل چند گام میشه بخش اول ایجاد تفکر مثبت نسبت به خوده که گام اولش مثبت رو تمرین کردنه فرض کنید در حال آماده سازی خود برای ارائه یک سخنرانی در محل کار یا مدرسه هستید و میخواین به نفس داشته باشید و به چشم مخاطبان آماده به نظر برسید با این حال اونطور که دوست دارید احساس اعتماد به نفس نمی کنید و نگران این هستید که مرتکب اشتباهی بشید مثبت اندیشی میتونه اعتماد به نفس شما را تا حد زیادی بهبود ببخش و در مقابل با هر مشکلی به کمک شما بیاد این به این دلیله که نحوه تفکر شما درباره خودتون بر رفتارهای شما تاثیر میذاره اگه منفی فکر کنین مثلا فکر کنید که شکست میخورم یا این شرایط خیلی سخته یا اینکه من خودم رو مزحکه خاص و عام میکنم این نوع تفکر این احتمال رو افزایش میده که شما اون رفتارهای منفی رو که نمیخواین از خودتون نشون بدید مثل توپق زدن، تعریق بیش از حد در نتیجه عصبی شدن زیاد و غیره اما اگه مثبت فکر کنین مثلا با خودتون فکر کنید که من موفق میشم این کار کاملا قابل انجامه من میخوام بهترین کاری رو که میتونم انجام بدم احتمال عمل مثبت در کارتون افزایش پیدا میکنه مثل واضح صحبت کردن و حفظ آرامش فیزیولوژیکی که میتونه با مثبت اندیشیدن در شما افزایش پیدا بکنه روی جنبه های مثبت در مورد خودتون و مواردی که به خوبی انجام میدید تمرکز کنید آیا در خندوندن مردم مهارت دارید؟ پس شاید بتونید در ارائه خود از شوخ طبعی برای عوض کردن فضای جلسه استفاده بکنید سریعا به ویژگی های مثبتی که قابلیت عرضه کردن اونا رو دارید فکر کنید و اونا رو برای خودتون نام ببرید برخی از این مثال ها میتونه این باشه که مثلا علاقه به موضوع، سطح تحصیلات، توانایی خندونن مردم، صداقت و قوه اقوا و یا چیزهای دیگه گام دوم اینه که با گفتگوی درونی مثبت خودتون رو تایید کنید استفاده از تاییدات و گفتگوی درونی مثبت به بهبود اعتماد به نفس و کاهش استراب شناختی کمک میکنه وقتی احساس اعتماد به نفس کمتری دارید از جملات راهنمای مثبت استفاده کنید مثل من میتونم این کار رو انجام بدم من قوی هستم یا مثلا برو که بریم میتونم انجامش بدم گام سوم درخواست تصدیق یا بازخورد داشته باشید توانمندی و افکار مثبت در مورد خود رو میتونیم با تعامل با افراد دیگه افزایش بدیم از یه دوست عضو خانواده یا همکار خودتون بخواین که به شما قوت قلب بده از اونا بخواین تا به شما یادآور بشه که در چه چیزی مهارت دارید و همه چیز خوب خواهد بود یعنی در واقع دلگرمی و اطمینان بهتون بده حواستون باشه که در انجام کارهایی که میتونید به تنهایی از پسشون بر بیاین بیش از حد از دیگران درخواست کمک نکنید چون این امر میتونه باعث افزایش وابستگی و کاهش اعتماد به نفستون بشه درخواست تصدیق از دیگران بکنید اما همچنان متکی به نفس خودتون باشید خب بخش دوم تکنیک های تقویت اعتماد به نفس اینه که نسبت به موقعیت واقع بین و مثبت نگر باشید این بخش دارای چهار تا گامه گام اولش اینه که از تصویرسازی یا تجسم خردمندانه استفاده بکنید استفاده از تصویرسازی به بهبود اعتماد به نفس کمک میکنه یک تکنیک تصویرسازی رو امتحان کنید که در اون برای رسیدن به اعتماد به نفس تمرکز دارید خود رو به طور کامل با اعتماد به نفس و در حال تحقق بخشیدن به هدف خود تجسم کنید مشغول چه کاری هستید؟ در اطراف شما چی میگذره؟ این حس شبیه چه چیزیه؟ چه کسی اونجاست؟ به چه چیزی فکر میکنید؟ تمام این مسائل رو تجسم بکنید. گام دوم اینه که اهداف خود رو به طور شفاف و واضح بیان کنید. تعیین هدف اعتماد به نفس رو افزایش میده. چون باعث میشه احساس کنیم که در حال انجام کار مثبتی هستیم. روی اهداف مورد نظرتون متمرکز بشید به عنوان مثال شاید هدفتون از ارائه سخنرانی این باشه که پیام خود رو به روشنی توضیح بدید پس اطمینان حاصل کنید که نظر خود رو بیان کردین و در سخنرانیتون با اعتماد به نفس ظاهر شدید هرچه به اهداف بیشتری دست پیدا کنید اعتماد به نفس شما بیشتر میشه به هدف و مقصودتون از فعالیتی که انجام میدید فکر کنید از خودتون بپرسید من میخوام از این کار چه خروجی و چه نتیجه بگیرم اهداف مشخصی رو برای کاری که قرار انجام بدین تعیین کنید به جای اینکه به احتمال اشتباه پیش رفتن در موضوعی فکر کنید به دستیابی به اون اهداف بپردازید گام سوم از این بخش اینه که به نتیجه مثبت اعتماد کنید پیشگویی خودکام بخش موقعیتیه که شما معتقد باشید یک اتفاق منفی رخ میده و سپس در به وقوع پیوستن اون اتفاق منفی تأثیر میذارید به عنوان مثال اگه خیلی ترسیدید که در حین سخنرانی پق بزنید نگرانی شما از این موضوع میتونه این ترس رو به واقعیت تبدیل کنه در واقع اگر فکر می کنید ممکنه توپق بزنید استراب و تشویش شما افزایش یافته زربان قلبتون بالا میره سپس تمرکزتون رو از دست میدید و رشته افکارتون از دست میره و در نهایت این موارد منجر به توپق زدن شما میشه به جای تمرکز بر نکات منفی بر اون چه که میخواید اتفاق بیفته تمرکز کنید واضح صحبت کنید و پیام خودتون رو منتقل کنید به مواردی از قبیل من میخوام به روی سن برم و با اطمینان با وقار و با حواس جمع پیامم رو انتقال بدم فکر کنید گام چهارم اینه که از شخص دیگه این نظر بگیرید اگه متوجه شدید که در مورد شرایط کنونیتون منفی فکر کنید، سعی کنید شخصی رو پیدا کنید که خلاف این موضوع رو به شما بگه افراد موفق در حوزه‌ای که میخواهید اعتماد به نفس خود رو در اون افزایش بدین میتونن الگوی مناسبی باشن ما میتونیم از دیگران بیاموزیم با اونها به عنوان مربی خود رفتار کنیم و از موفقیت و اعتماد به نفس اونها الگو بگیریم اگه شخصی رو به صورت حضوری در دسترس ندارید میتونید با یکی از دوستان خود تماس بگیرید و در مورد وضعیتتون با اون صحبت بکنید سومین بخش برای تقویت اعتماد به نفس استفاده از تکنیک هایی برای مدیریت احساسات منفیه که خود این بخش دارای چند گامه گام اول اینه که با اعتماد به نفس رفتار کنید ارتباط غیر کلامی برای نشون دادن اعتماد به نفس به دیگران مهمه نمایش رفتارهایی که باعث میشه ثابت قدم و با اعتماد به نفس به نظر برسید میتونن به شما کمک بکنن تا از درون اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید صاف و راست بیستید طرز ایستادن از لحاظ نمایش دادن اعتماد به نفس یک ارتباط غیر کلامی مهمه خمیده ایستادن و افتادن شونه ها از علائم ناامنی یا خلق و خوی افسرده است لبخند بزنید و بخندید. این نشون دهنده اینه که شما راحت و با روحیه مثبت هستید و این امر میتونه به راحتی مخاطبان شما هم کمک بکنه. گام دوم تعامل با دیگرانه. برونگرایی افزایش اعتماد به نفس رو تضمین میکنه هرچقدر اجتماعی تر باشید اتکاب نفس بیشتری خواهید داشت به جای پنهون شدن یا اجتناب از افراد به واسطه احساس استراب یا ناامنی سعی کنید به سراغ دیگران برید و تمرکز خود رو بر ارتباط با دیگران بذارید قبل از ارائه سخنرانیتون به مخاطبان سلام کنید از اونا در مورد روزی که سپری کردن بپرسید و گپ و گفتگوهای کوتاهی داشته باشید سعی کنید از بحث زیاد درباره ارائه خود خودداری کنید چون این امر میتونه باعث تشدید حالت عصبی در شما بشه صرفا روی مکالمه ای که با اون شخص دارید تمرکز کنید گام سوم اینه که احساسات خودتون رو بپذیرید احساسات متداولی که مرتبط با اعتماد به نفس پایین هستند عبارتند از عصبی بودن، استراب، استرس، ترس و روحیه افسرده اگه به جای تلاش برای مبارزه با این احساسات اونها رو بپذیرید ممکنه بتونید رفتار خودتون رو تغییر بدید و اعتماد به نفس خودتون رو افزایش بدید با خودتون بگید احساس دلهوره هیچ اشکالی نداره این یک احساس طبیعیه و متناسب با شرایطیه که اکنون درش قرار دارم و در نهایت بخش چهارم تکنیک های افزایش اعتماد به نفس اینه که اعتماد به نفس خود رو حفظ کنید که این بخش دارای چند تا گامه گام اولش اینه که به خودتون عشق بورزید و ازشکاران و به طور کلی اشخاصی که نسبت به خود احترام و علاقه کافی دارن احتمالا در مورد رفتارهای خود مثبتتر میاندیشند. از اینکه عزت نفس خود رو مطابق با رفتارها و اعمال خود قرار بدید خودداری کنید این میتونه منجر به افزایش استراب و کاهش اعتماد به نفس بشه در عوض به خود توجه مثبت و بیقید و شرط داشته باشید به پنج مورد دوست داشتنی راجع به خودتون اشاره بکنید اونا رو بنویسید و با صدای بلند روخونی کنید همچنین سعی کنید با خود بگید من خودم رو عاشقانه دوست دارم و هرگز این موضوع رو فراموش نمی کنم. با اعتماد به نفس بپذیرید که کیستید و از چه دشواری هایی از قبیل مشکل اعتماد به نفس برخوردار هستید. گام دوم اینه که با ترس هاتون مواجه بشید. باید تمام تلاش خودتون رو بکنید تا ترس مانعی برای موفقیت شما نباشه. روبرو شدن با ترس یکی از بهترین راهها برای خلاص شدن از شر اونه اگه نسبت به سخنرانی کردن در مقابل مردم نگران هستید هرچه بیشتر اون رو تمرین کنید استراب کمتری خواهید داشت قبل از انجام سخنرانی در مقابل مخاطبان اصلی سعی کنید اون رو در مقابل خانواده یا دوستاتون تمرین کنید این کار میتونه به شما کمک بکنه تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. حتما از خیشاوندانتون، دوستانتون و کسانی که میشناسید در مورد ارائه خودتون بازخورد دریافت کنید تا بتونید قبل از روز موعود، ایرادات احتمالی در سخنرانی رو برطرف کنید. برای کمک به آرامش اعصاب با شمارش تا عدد چهار نفس عمیق بکشید نفس خودتون رو حبس کنید و تا عدد چهار بشمرید و سپس بازدم انجام بدید این چرخه رو چهار بار تکرار کنید انجام تنفس عمیق به شما کمک میکنه تا احساس آرامش و تمرکز بیشتری داشته باشید گام سوم اینه که به طور مستمر به تمرین کردن ادامه بدید اهدافی رو که تعیین کردید به خاطر بسپارید و هر روز به اجرای اونها بپردازید اونچه که اشتباه رخ داده اصلاح کنید و سعی کنید اون رو بهبود ببخشید به شکست ها به عنوان فرصت هایی برای یادگیری یا پیشرفت خودتون نگاه کنید این باعث افزایش اعتماد به نفس شما در طولانی مدت میشه چون به طور کلی دیدگاه بهتری در مورد اشتباهات احتمالی خواهید داشت خب حالا وقتی اونه که یک قلم و کاغذ بردارید و بخش ها و گام هایی رو که گفتم به ترتیب یادداشت بکنید و سعی بکنید برای مدتی این کارها رو به صورت منظم انجام بدید تا بتونید اعتماد به نفس خودتون رو افزایش بدید. در رابطه با مسائلی که اعتماد به نفس ندارید اینقدر این تمرین ها رو به ترتیب و گام به گام انجام بدید تا اعتماد به نفس کافی رو به دست بیارید هیچ مرحله یا هیچ گامی رو حذف نکنید یادتون باشه که انجام دادن همه این گام ها و به درستی طی کردن همه این مسیر ها میتونه به شما کمک بکنه تا اعتماد به نفستون رو تقویت کنید